استیون هاکینگ، اختر فیزیکدان و کیهانشناس نامور انگلیسی در بامداد 14 مارس گذشته 2018 در سن 76 سالگی چشم از جهان فرو بست. گفتار امروز درباره اوست. استیون هاکینگ چهره بسیار شناخته ای بود در رسانه های سراسر جهان. در عصر کنونی پس از آلبرت اینشتین کمتر دانشمندی در جهان به اندازه هاکینگ توجه همگان را به خود جلب کرده و این چنان که خود گفته بیشتر زایده بیماری فلجش بوده که از او انسانی بی همتا و شگفت‌انگیز می ساخته. البته هاکینگ یکی از برجسته‌ترین فیزیکدانان نیمه دوم سده بیستم به شمار می رود. دستاوردهایش که تا چند لحظه دیگر به آنها اشاره خواهم کرد تا مدتها در اختر فیزیک و کیهانشناسی ماندگار خواهند بود. هاکینگ از 21 سالگی وقتی دانشجوی دکترای کیهانشناسی در دانشگاه کمبریج بود پی برد دچار بیماری درمان ناپذیری است به نام اسکلروز کناری امیوتروفیک. این بیماری زاییده تباهی پیشرونده نورون‌های حرکتی مغز انسان است. بخشی از تناب نخاعی را نابود می‌کند، آنسان که مغز نمی‌تواند ماهیچه‌ها را کنترل کند. بیمار دچار فلج کامل می‌شود، ماهیچه‌های تنفسی هم از کار می‌افتند و بیمار به طور میانگین پس از 2 تا 4 سال می‌میرد. به طور آماری هر سال از هر 100,000 نفر در حدود 2 نفر به این بیماری دچار می شوند. استیون هاکینگ در 8 ژانویه 1942 در آکسفورد چشم به جهان گشود. پدرش زیستشناس بود و مادرش در دانشگاه دانش‌های انسانی خوانده بود. در آکسفورد زاده شد چون پدر و مادرش برای فرار از بمباران آلمانی ها در جنگ جهانی دوم از لندن به آکسفورد پناه آورده بودند. گفتم که هاکینگ در 8 ژانویه زاده شد. جالب است بدانید که 8 ژانویه همچنین روزی است که گالیله در می‌گذرد در سال 1642. یعنی هاکینگ درست 300 سال پس از مرگ گالیله زاده می شود. از سوی دیگر روز درگذشت هاکینگ 14 مارس باز هم بر حسب تصادف روزی است که اینشتین در سال 1879 زاده می شود. در سال 1950 خانواده‌اش به سنت آلمنز 30 کیلومتری شمال باختری لندن نقل مکان کرد و هاکینگ در آنجا دوره‌های دبستان و دبیرستان را گذراند. در این مدت شاگرد خوبی بود ولی استثنایی به شمار نمی رفت. پس از دبیرستان در دانشگاه آکسفورد در رشته فیزیک به تحصیل پرداخت با اینکه پدرش پزشکی را ترجیح می داد. در سال 1962 از آکسفورد لیسانس فیزیک گرفت. خود بعدها گفت که در 3 سال آکسفورد 1,000 ساعت درس خوانده که می شود تقریبا 1 ساعت در روز که چندان افتخارآمیز نبود. ولی برای اینکه بتواند با بورس دکترای کیهانشناسی را در دانشگاه کمبریج آغاز کند میبایست شاگرد اول میشد. معدلش چیزی بود میان شاگرد اولی و شاگرد دومی. بنابراین لازم شد که امتحان شفاهی بدهد. وقتی در امتحان استادان از او پرسیدند که نقشش برای آینده چیست، چون میدانست که استادان از کمکاری او خرسند نیستند پاسخ داد: اگر شاگرد اول شوم به کمبریج می روم، اگر شاگرد دوم شوم همینجا می مانم، پس فکر می کنم که شما مرا شاگرد اول خواهید کرد. بعدها یکی از استادانش گفت که عضوهای کمیته آن اندازه می فهمیدند که بدانند با کسی هوشمندتر از خودشان روبرویند. هاکینگ شاگرد اول شد. در تابستان همان سال 1962 برای گذراندن تعطیلات با دوستی به ایران سفر کرد پیش از آنکه بیماریش تشخیص داده شود. پروفسور هاکینگ خود ماجرای سفرش به ایران را نقل کرده است. در سال 2016 که به هاروارد در آمریکا رفته بود، دکتر کامران وفا استاد فیزیک هاروارد مهمانی بزرگی به افتخار او می‌دهد. هاکینگ در این مهمانی از سفرش به ایران می‌گوید:
هاکینگ و دوستش که دانشجوی آکسفورد بود نخست به استانبول می روند و سپس با ترن ترکیه را می پیمایند، اتوبوس می گیرند، از مرز ایران می گذرند، به تبریز می رسند و از آنجا به تهران می روند. در سر راه بازگشت زمین لرزه بوئین زهرا روی می دهد. زمین لرزه‌ای به شدت بیش از 7 ریشتر که بیش از 12,000 کشته بر جای گذاشت. هاکینگ گفت نزدیک به کانون زلزله بودیم ولی از آن آگاهی نداشتیم چون فارسی نمی‌دانستیم. در اتوبوس سفر می‌کردیم. حالم خراب بود، دچار اسهال شده بودم و دستاندازهای جاده‌ها در ایران کمکی به بهبود وضعم نمی‌کرد. حتی بر اثر دستانداز شدید یک بار به صندلی اتوبوس پرتاب شده بودم. درد داشتم و یک دنده‌ام شکسته بود. این را وقتی فهمیدم که به استانبول رسیدیم. هاکینگ آن شب گفت که با این همه خاطره خوبی از سفر به ایران دارم و دلم می‌خواهد روزی به آنجا برگردم. پس از این سفر همزمان با وارد شدن به دانشگاه کمبریج نخستین نشانه‌های بیماریش پدیدار شدند. پزشکان به او گفتند که چند سالی بیشتر زنده نخواهد ماند. در 2 سال نخستین در کمبریج سرگردان و نامصمم بود، ولی با کمابیش یک نواخت شدن بیماری به کمک استادش دنیس سیما کار تزش را آغازید. بنابرای گفته هاکینگ، عاملی که به او روحیه داد آشنایی و ازدواج با جین وایلد در سال 1965 بود. جین در دانشگاه زبانشناسی می‌خواند. ازدواج این دو 26 سال پایید و دارای 3 فرزند شدند. هاکینگ در سال 1979 در سن 37 سالگی به مقام استادی در دانشگاه کمبریج رسید. کرسی‌ای را گرفت که در سده 17 برپا شده بود. نیوتن دومین کسی بود که این کرسی را داشت و هاکینگ 17 دارنده آن. هاکینگ بعدها از همسرش جدا شد و در سال 1995 با الین میسن یکی از پرستارانش ازدواج کرد. پس از 11 سال از هم جدا شدند. داستان زندگی هاکینگ به سال 2014 در فیلمی به صحنه آمد. با گذشت زمان اثرهای بیماریش گسترش یافتند، حتی با عصا هم نمیتوانست راه برود و نمیتوانست واژه ها را بر زبان بیاورد. رفته رفته کنترل همه ماهیچه‌هایش را از دست داد و در 30 سال پایان عمرش با رایانگر و دستگاه سنتتیزر صدا حرف می‌زد. تا موقعی که می‌توانست انگشت خود را حرکت دهد، با انگشت واژه‌ها را از لیستی انتخاب می‌کرد. 15 واژه در دقیقه. وقتی که دیگر حتی انگشتش را نمی‌توانست بجنباند، از سال 2005 به بعد با حرکت گونه‌اش با رایانگر در تماس بود، با سرعت 1 واژه در دقیقه. چون که گفتم هاکینگ بسیار مورد علاقه رسانه ها بود و در کنفرانس های گوناگون شرکت میکرد. چندین کتاب برای همگان نوشت، از آن میان تاریخ مختصر زمان که نزدیک به 10 میلیون از آن به زبان های گوناگون به فروش رفت. البته معلوم نیست که همه آن را فهمیده باشند، به ویژه فصل های پایانیش را. خودش می گفت این پرفروشترین کتابی است که آن را نمی خوانند. هاکینگ روحیه بزلگو و شوخی از نوع انگلیسی آن داشت. کمی درباره کارهای دانشی او. پژوهش‌های هاکینگ بیشتر درباره کیهانشناسی به ویژه بیگ بنگ و سیاه‌چال‌ها بود. یکی از بنیادی ترین مسئله های فیزیک و کیهانشناسی سازگار کردن نظریه بازدانیگی هروین نسبیت عام اینشتین با نظریه کوانتوم مکانیک است. فیزیکدانان بسیاری در این زمینه کار می‌کنند، ولی تاکنون موفق به سازگار کردن آنها با هم نشدند. حل این مسئله بسیار مهم است، چون برای پی بردن به آغاز بیگ بنگ و زمان پیش از بیگ بنگ به آن نیاز بنیادین داریم. هاکینگ در پژوهشی با همکاری جیم هارتل به این نتیجه رسید که پیش از بیگ بنگ زمان به آن معنا که فیزیک می‌شناسد وجود نداشته است. گیتی آغاز ندارد و سخن گفتن از زمان پیش از بیگ بنگ در حیطه شناخت کنونی ما بی‌معناست. در این پژوهش گیتی ذره‌ای کوانتومی گرفته می‌شود که دارای تابع موج است.
جیتی ما یکی از حالتهای این تابع موج است. یعنی این تابع میتواند حالتهای گوناگون داشته باشد که شمار فراوانی جیتی های ممکن و موازی دیگری را امکان پذیر میسازد. یکی دیگر از نتیجه های هاوکینگ درباره سیاه‌چال هاست. تا پیش از او فیزیکدانان تصور می‌کردند که سیاه‌چال‌ها فقط می‌توانند ماده و انرژی را جذب کنند بیان که چیزی از خود بیرون دهند. هاوکینگ با بکار بردن قانون‌های کوانتوم مکانیک نشان داد که سیاه‌چال‌ها می‌توانند از خود ماده به دیسه ذره‌های بنیادین بیرون دهند. در اینجا وارد جزئیات فیزیکی این پدیده نمی‌شوم. بر اثر این تابش ذره ها سیاه‌چال جرم خود را از دست می دهد و تبخیر می شود. البته سیاه‌چال های بسیار کوچک. این پدیده تابش هاوکینگ نامیده شده است و دمایی که این تابش به آن وابسته است دمای هاوکینگ نام دارد. هرچه سیاه‌چال بزرگتر باشد دمای آن کمتر است. هاوکینگ تز دکترای در حدود 40 فیزیکدان برجسته را رهبری کرد. با همه اهمیت پژوهش‌های هاوکینگ جایزه نوبل فیزیک به او تعلق نگرفت چون نتیجه‌هایش تئوری محضند و تاکنون با نپاهش ابزرواسیون ثابت نشدند. هاوکینگ مانند دیگر خردورزان ناخودآباور بود. می گفت ما هر یک آزادیم به هر چه می‌خواهیم اعتقاد داشته باشیم. به نظر من ساده‌ترین توضیح گیتی این است که خدایی وجود ندارد. هیچ کس گیتی را نیافریده و هیچ کس سرنوشت ما را تعیین نمی کند. اعتقاد ژرف دارم که نه بهشتی هست و نه زندگی پس از مرگ. ما فقط این جهان را داریم و باید از آن بهره ببریم. از فرصتی که طبیعت به من داده سپاسگزارم. در سال 2010 در مصاحبه با CNN می گوید خدا ممکن است وجود داشته باشد ولی دانش می تواند گیتی را توضیح دهد بیان که نیازی به آفریننده باشد. توضیح دانش کافی است، بدین نیازی نیست. می گوید در نظر من مغز رایانگری است، کامپیوتری است. وقتی جزهای تشکیل دهنده آن خراب می شوند از کار باز می ایستند. رایانگرها وقتی خراب می شوند و از کار می افتند می میرند. جهان پس از مرگ هم ندارند. جهان آن سوی مرگ افسانه است برای آنان که از تاریکی مرگ می هراسند. هاوکینگ می گفت تفاوت بنیادی هست میان دین که پایش داتارگان اتوریته است و دانش که بر نپاهش ابزرواسیون و خرد استوار است. دانش پیروز خواهد شد زیرا درست است. در جای دیگر میگوید ما چیزی جز رسته‌ای پیشرفته از میمون‌ها در سیاره‌ای کوچک به گرد ستاره‌ای عادی نیستیم ولی با این حال میتوانیم گیتی را بفهمیم. این از ما چیزی بسیار خاص می‌سازد. هاوکینگ همچنین به فلسفه انتقاد داشت. در کنفرانس سایگایست که گوگل در سال 2011 برپا کرده بود گفت فلسفه مرده است. بر این باور بود که فیلسوفان با پیشرفت‌های نوین دانش‌های فیزیکی همپا نبودند و در عصر کنونی پژوهندگان دانش‌های فیزیکی‌اند که مشعل‌دار رسیدن به شناخت شده‌اند. هاوکینگ بسیار نگران آینده نوع انسان بود. در روبرویی با فاجعه‌هایی که انسان را تهدید می‌کنند، خطرهایی چون جنگ هسته‌ای، گرمایش زمین و ویروس‌ها. از تصمیم پرزیدنت ترامپ درباره بیرون رفتن آمریکا از توافق پاریس انتقاد کرد. هاوکینگ معتقد بود که انسان باید از کره زمین بیرون رود و در کره های دیگر سکنا گزیند. بر این باور بود که باید در جاهای دیگر کیهان هستومندهای موجودات هوشمندی وجود داشته باشند که اگر به زمین بیایند می توانند همان بلایی را بر سر زمینیان بیاورند که اسپانیایی ها با بومیان آمریکا کردند، شاید هم بدتر. هاوکینگ با آنکه هوش مصنوعی را سودمند می دانست از نوع پیشرفتیان می ترسید. هاوکینگ به خدا اعتقاد نداشت ولی به زندگی خوشبین بود و هرگز امید را از دست نداد. می گوید وقتی 21 سال داشتم همه امیدهایم به صفر رسید. هرچی از آن پس روی داده موهبتی بوده است. در 49 سال گذشته با چشمنداز مرگ سر کردم. از مرگ نمی هراسم ولی شتابی هم برای مردن ندارم. هنوز بسیاری کارها دارم که باید انجام دهم.
وقت ما به پایان رسید. در آوریل 2007 در 65 سالگی در ضمن مانورهایی با هواپیمای بوئینگ 727 بی‌وزنی را تجربه کرد. وقتی از او پرسیدند که چرا چنین کار فیزیکی سخت و خطرناکی را انجام می‌دهد، گفت: می‌خواهم نشان دهم که تا وقتی که انسان ذهن سالمی دارد، ناتوانی‌های بدنی نمی‌توانند او را محدود کنند.